سلام بچه ها، به یه ویدیو جدید خوش اومدید. امروز قراره با هم دیگه یه عالمه بستنی رو میکس کنیم و ببینیم مزه‌اش چجوری میشه. فقط مشکل اینجاست که اینا دارن ذوب میشن، چون تا برم بخرم بیام تامنیل بگیرم و دوربینم اونجا بجا کنم کلی وقت گذشت. نهستی میخوام سریعتر انجامش بدیم. اوکی، اول با اینا شروع میکنم چون این قشنگ داره نرم. بچه من قدیم از این بستنی سالینو خیلی میخریدم و میخوردم، تا اینکه یه بار تو اینترنت خوندم یکی تو چسب زخم پیدا کرده. نمیدونم اون مطلب چقدر راست بود، ولی از نظر منتالی کلی روم تاثیر گذاشت و فکر کنم بعد از چندین سال اولین باریه که دارم سالینو میخرم. واقعا خیلی دردناکه، فکر کن داری بستنی میخوری بعد یو از توش یه دونه چسب در بیاد، چسب زخم اونم. وای اوزم توی اینا در میاد. با هم دیگه میکس نمی کنم چون قطعا میمیرم، یخ میکنم خودم. یه تیکه از هر کدومو میذارم، مثلا فکر کنم انقدر کافی باشه. نه آره دیگه، انقدر لیکم دیگه. اوکی انقدرش رفت، از این ورشم بگیریم. اوکی این از این، بریم بستنی بعدی. بستنی زبانی شروع کنیم بچه. این بستنی کیک آیس کریم دومینوه، این هم میخوام توش بزنم. یه بارم این تیرامیسوه. آره این من قبلا خورده بودم، خیلی خوشمزه است. این هم یه انقدرش رو میذارم. بستنی مگنوم رو فکرم کسی نباشه که بگه نه من دوست ندارم، 100% همه دوست دارید. اوکی اینم مگنوم. حتی فکر کنم توی ایران بهش میگن مگنولیا، واسه اینکه اسمش کپی رایت نخوره. نمیدونم کپی رایت بهش میگن توی چیز صنعت فروش. خب اینم مگنولیا که انقدرش رفت. زنم واقعا مگنولیاه. آره مگنولیا. خب بعدی بستنی مورد علاقه خودمه که تازه امسال کشفش کردم، بستنی سنیکرز که اسمشو گذاشتن دومینیکرز. دومینیکرز گذاشتم، قشنگ مزه سنیکرز میده، فوق العاده خوشمزه. حتما یه بار بخرید و امتحانش بکنید. قیمتش هم 12 تومن. از مکنوم ارزون تره ولی از مکنوم خوشمزه تره. اوه اوه این داره آب، این قشنگ آب شده سفله. خاطر همین سریع انجامش میدیم. خب اینم یه تیکر. اوکی بعدی بستنی قهوه است. من خودم قهوه خیلی دوست دارم، هم خودشو هم بستنیشو. و یه تیکه بزرگم. وای اینا قاشق من چون خیلی بزرگ شد. بسته قاشق من چون چوبیه، میترسم بشکن اینقدر که اینا سفتن. خب بعدی بستنی ویکتوریاه، طعم زعفران. خب ایشونم یه تیکش رو میذاریم، بقیه تیکهاش رو میبندم. بعدی این بستنی است که زیاد دوستش ندارم ولی خیلی بستنیه که همیشه همه میخرن. من خریدم چون 4 تا طعم داره و از هر 4 طعمش میخوام توش بذارم. اینم از این، کافیه انقدر. و آخرین بستنیمون بستنی وانیلی. دیگه بستنی وانیلی رو فکر جدی دیگه فکر کنم اگه یکی بگه مگنوم دوست ندارم میگم اوکی، ولی اگه یکی بگه بستنی وانیلی دوست ندارم واقعا بهش شک میکنم، چون وانیل دیگه خیلی خوشمزه است. اوکی اینم از بستنی. خب من رو گذاشتم تو فریزر و بریم که با هم دیگه اینا رو ترکیب بکنیم. ها امیدوارم چیز خوشمزه ای بشه، چون الان هوا هم خیلی گرمه و خیلی خوشحال میشم که یه چیز خوشمزه بخورم. بچه من اینا رو ترکیب کردم و یه چنین چیزی شد. اینکه کدوم رنگ غالب تره و کدوم طعم غالب تره رو نمیدونم، ولی رنگش به کرمی میخوره، انگار رنگ نسکافه غالب شده. ولی خب فکر نکنم اینطور باشه، فکر کنم ترکیب همه اون رنگا اینو در آورد. و اما بریم امتحانش کنیم. مزهش اینطوریه که توی هر ثانیه یه طعم جدیدی میاد تو دهنت.
و یک طعم جدید نیست، انگار که مثلا یه بستنی جادویی خوردی که هر لحظه یه طعم جدیدی میاد تو دهنت. یه بار دیگه امتحان کن بچه ها، به شدت خوشمزه است، اصلا باورم نمیشه که خوشمزه شد. میدونید اصلا انگار یه رفتم تو دنیای هری پاتر و رفتم تو یه کافی شاپی که چیزای جادویی سرو میکنه و اینم انگار مثلا سپیشال اون کافی شاپ هست. بستنی صد طعم. خیلی خوشمزه شد بچه ها، واقعا این طعم رو دوست داشتم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما امتحان بکنید. زیاد قیمتی هم داشت. تمام این بستنی ها که دیدید الان آوردم کلن با هم شدن 84,000 تومان و خب از سر کدومش هم که دیدید یه تیکه کوچولو گذاشتم، یعنی تا قشنگ 10-15 روز میتونید همین بستنی ها رو درست کنید بخورید، درست کنید بخورید، یعنی که یه بار ترکیبی درست کنید دفعه بعد دیگه دونه دونه بخورید. پس از نظر من هم قیمتی میصرفه، هم این که طعم جدید و باحال. حتما یه بار درست کنید و خودتون هم نظر بدید. پیشنهاد میکنم که از بلندر و اینا استفاده نکنید، همینجوری با قاشق هم بزنید که طعمش خیلی هم مهمه مخلوط نشه و همون طعم جادویی تو دهنتون بیاد. مرسی از اینکه ویدیو رو تا اینجا دیدید، یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنید. مرسی و خدافظ.